شما شاگردان عزیزم با امید از اینکه جور صحتمند و سر و حال باشین در کنار فامیل هایتان از رخصتیتان لذت ببرین و همچنان یک کم کرونا را هم جدی بگیرین در خانه های خود باشین تا مجبور نشین بیرون نرین و در پهلوی از او یک سرگرمی هم داشته باشین در پهلوی سرگرمی دست های خود هم تعقیب کنین. خب شاگردان عزیز به ادامه درس های ما درس امروز ما از انقسام تنقیصی یا میوزیس. قبل از اینکه در مورد ازی بحث کنم یک بار درس گذشته رو تکرار میکنیم بعد از او به درس امروزی خود میپردازیم. شاگردان عزیز در درس گذشته خوانده بودیم چهار مرحله ای که در خود کاردیوکینیزیس یا تقسیمات هسته رول مهم داره. او چهار مرحله را گفته بودم که عبارت از پروفیز، میتافیز، انافیز و تلوفیز میباشه. در مرحله پروفیز گفتم چی میباشه؟ در مرحله پروفیز تغییرات عمده ای که صورت میگیره، رشته های خود کروماتین که زخیم میباشه و کروموزوم تبدیل میشه و شکلش تغییر میکنه و بعد خود به ساختمان های سنتریومی وصل میسازه و سنتریوم در حجرات حیوانی گفتم موجود میباشه که پهلوی هسته قرار داره. بعد از اون مرحله دومش بود که عبارت از مرحله میتافیز میباشه. در مرحله میتافیز امی خود کروموزوم هایی که کروماتین که به کروموزوم تبدیل شده بود اونا خود به ساختمان دوکمانه نزدیک میسازن و در مرحله سیم شام گفتم که اونا که هستن به طرف دو قطب حرکت میکنن و بینشان یک کشش با وجود میاد. این کشش باعث میشه که اونا به دو حصه تقسیم شه و مرحله آخرش هم که تلوفیز میباشه علی فرورفتگی در بینشان زیادتر میشه، از یک حجره مادری دو حجره مادری از یک حجره مادری دو حجره دختری با وجود میآیه و همین حجراتی که جدیده که با وجود میآیه عین خواص حجرات مادری داره و تقسیمات حجروی صورت میگیره. و یک موضوع دیگر هم یادآوری کردم که در مورد اهمیت عملی میتوزیس بود. گفتم اهمیت عملی میتوزیس دایی میباشه که توسط از او یک طفل کوچک به انسان بالغ تبدیل میشه، این حال کوچک به یک درخت بزرگ تبدیل میشه، توسط از او نشو و نمو کرده میتونیم. و دیگر گفتم اگر همی عملی صورت بگیره حجرات خون که میفهمین حجرات سفید خون و همچنان حجرات سرخ خون که تخریب میشه دوباره خود ساخته میتونه. از همین خاطر وقتی یک قسمت زخمی میشه دوباره او را ساخته میتونه. به خاطر چی؟ به خاطر تقسیمات حجروی. او تقسیمات حجروی را خواندیم، حال تقسیم حجروی دیگر را میخوانیم. انقسام تنقیصی یا میوزیس. براتون گفتم که انقسام به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم. مستقیمش خواندیم که در باکتریا صورت میگرفت، غیر مستقیمش هم خواندیم که او با چهار مرحله شو خواندیم. حالا یک انقسام دیگر که به نام میوزیس یاد میشه اینا میخوانیم. انقسام میوزیس که میباشه اینا که از در حجرات جنسی صورت میگیره، دیگرش در جسم صورت میگیره، اینا مگم در حجرات جنسی یا تکثری بیشتر اینا صورت میگیره. خود میوزیس به معنای عملی کاهش حجرات میباشن. در این مرحله چون وقت امی حجرات تقسیم میشن از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد، اما امی حجرات جدید که به وجود میاد نصف تعداد کروموزوم داره. از او خاطر در خود حجرات کسی یک کاهش به وجود میاد. تصور کنین اگر امی خود از این در حجرات تکثری کاهش صورت نمی گرفت، پس تعداد کروموزوم ها را شما می فهمین که به 23 جوره یا 46 عدد می باشه، اونا که از اندازه معینش بسیار بالاتر می رفت و بر انسان نقصهای زیاد را ایجاد می کرد و در تولید مثلش، در خواصش، در هر کدامش تفاوتهای خود را ایجاد می کرد. و حجرات جدید گفتم نصف تعداد کروموزوم میباشه. خود همین کروموزوم به دو قسم میباشه که میباشه انقسام تقسیم دو قسم است، میوزیس اولی و میوزیس دومی میباشه که با میوزیس اولی و دومی هم بس های خود داره. بعد از بس تقسیم ما صورت میگیری هم مراحل پیچیده داره که باز اونها را شما در صف 11 هم به تفصیل میخوانید.
و اینمی اهمیت عملی میوزیس در چی است؟ اهمیت عملی میوزیس در میست که خود اینمی عملیه امی خود حجرات تکثری ثابت نگه میداره و نم از رشد نموی زیاد از اینا جلوگیری میکنه. اگر رشد نمویشان زیادتر میشد یا کروموزوم ها از عدد معینش بیشتر رشد نمو میکرد، در او صورت عوارض زیاد را ایجاد میکرد و غیر قابل کنترل میشد و حجرات تکثری حتی شاید گفته میتونست نسبت به حجرات بسیار بزرگ میشد و اندازه زیاد میشد. به خاطر چی؟ به خاطر از یک حجره مادری 4 حجره به وجود میاد. اما وقتی که امی عملیه صورت گرفت، تمام حجراتی که به وجود میاد تمام زنده باقی نمیمونه، فقط امو قدر حجراتی که مورد نیاز است یا یک یا دو هر قدری که بود امو شکار گرفته میشه و دیگه حجراتش چی میشه؟ از بین میره و در بینشان یک کنترل صورت میگیره که تمام حجرات چی میکنه؟ کنترل میکنه. ما هم یک جدا خلاصه و جنبندی میکنیم. قسم ترقصی یا میوسیس گفتیم. میوسیس گفتم که یک عملیه می باشد که به معنای کاهش و حجرات می باشد، زیادتر در حجرات جنسی صورت می گیره، یعنی در حجرات تکثری. و زمانی که این عملیه صورت می گیره از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. اما تفاوتش در چی است؟ تفاوتش در است که هر حجره که به وجود میاد نصف تعداد کروموزوم مادری را دارد. در عملی میتوزیس گفته بودیم زمانی که حجراتی که جدیده که باوجود میایه گفته بودیم که به اندازه برابر چیزایی که مادرش داره، یعنی حجرات جدیدشان داره، اما دهی نصفش داره. حجرات جدیدی که به وجود میاد گفتم 4 دانه میباشن و اونا نصف میباشن. اما بعد از اینکه اصلا یک کنترل صورت میگیره و نمیگذاره که از حد معینش همو حجرات بیشتر نمو کنم، حجرات جدیدی که هستن نصف تعداد کروموزوم ها می باشه و خود انقسام ترقصیم دو مرحله داره، میوزیس اولی و همچنان میوزیس دومی می باشه. و دیگه اهمیت اهمیت انقسام ترقصی را خواندیم که گفتیم اهمیت از او دهی است که نمیگذار حجرات تکثری یا جنسی از حد معین زیادتر نمو کنه و اگر نمو کنه در صورت نواقص زیاد را ایجاد میکنه، به حد معینش او را کنترل میکنه، چون به زمان که از یک حجره 4 حجره به وجود بیاید پس گفتم میتونیم حتی حجراتش به لایتنایی میرسه که بسیار مشکلات زیاد ایجاد میکنه. پس دمو ناحیه که هست خداوند سیستم را در هر قسمت بدن ما ساخته که بر علاوه از وظایف انجام میده سیستم دیگه هم در وجود است که او را کنترل میکنه، نمیگذاره که از حد معینش بیشتر شوه. و اگر یک چیز دیگه هم که هر قسمتی از وجود ما را به صورت درست و دقیق ما مطالعه کنیم با عاجزی خود و همچنان با بزرگی خداوند پی میبریم که ما چقدر عاجز هستیم و در هر سیستم ما که چقدر مطالعه زیادتر داره، هر کدام شکل ما بس جداگانه داشته باشیم. پس با امید از اینکه درس امروز یاد گرفته باشیم، شاگردای عزیز این فصل ما هم تمام میشه و به خاطر از اینکه این فصل با فصل دیگه زیاد ارتباط نداره، از این خاطر میخوایم یک خلاصه و یا هم یک جنبندی داشته باشیم. در فصل این فصل نو که شروع کرده بودیم از امی اولش که بود در مورد تقسیمات یا انقسام حجروی بود. انقسام حجروی را گفتیم به معنای تقسیم شده می باشه، گفتیم به دو نوع می باشه، انقسام مستقیم و انقسام غیر مستقیم. انقسام مستقیم گفته بودیم که در باکتریا صورت میگیره که اولا هسته بعدا که در خود باکتریا صورت میگیره که یک پررفتگی در باکتریا به وجود میاد، از یک حجره دو حجره به وجود میاد. و غیر مستقیم شما گفتیم دو مرحله داشته، انقسام میتوزیس و همچنان میوزیس می باشه که گفتیم اولا هسته بعدا سایتوپلازم تقسیم میشه و حالت جی سفر جی یک اس و همچنان سایتوکینز کاردیوکینز را خواندیم. دیگه در خود کاردیوکینز را گفتیم 4 مرحله داره، پروفیز، میتافیز، انوفیز و تیلوفیز، هر 4 را خواندیم که چی تغییرات به وجود میاد. بعد از روی انقسام دیگر که ترقصی یا میوزیس است ایره خواندیم که در حجرات جنسی گفتم صورت میگیره و از یک حجره 4 حجره به وجود میاد و اهمیت هر دوش خواندیم. در میتوزیس گفتم اهمیت شمیست که توسط از نمو کرده میتونه مجرد که از بین میره دوباره ساخته میتونه در نه تنها در انسان بلکه در نبات هم رول مهم داره. و میوزیس گفته بودیم اهمیتش دمی است که این وقتی که گفتم مجرد تقسیمات صورت میگیره اگر کنترل نشه به لای تنهایی میرسه، از این خاطر در اقسام ترقصی که از امو حجرات تنقیص میکنه، از اندازهش کم میشه و نمیگذاره که زیادتر نمو کنه. خب شاگردای عزیز، با امید از اینکه این فصل درست یاد گرفته باشه، با امید موفقیت هرچی بیشترتان، تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. الله نگهدار.